واشنگتن پست: آمریکا به روسیه درباره استفاده از سلاح اتمی هشدارهای محرمانه داده. روزنامه واشنگتن پست نوشت آمریکایی‌ها درباره احتمال استفاده روسیه از سلاح اتمی هشدارهای محرمانه به مسکو داده‌اند. واشنگتن پست به نقل از افرادی که نمی‌خواستند به دلیل حساسیت موضوع نامشان فاش شود نوشت دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته درباره عواقب حمله اتمی هشدار دهد و کاخ کرملین اکنون به نحوه پاسخ واشنگتن فکر می‌کند. این افراد مطلع گفتند وزارت امور خارجه آمریکا در این مکاتبات خصوصی و محرمانه با مسکو دخیل بوده، اما به طور دقیق نگفتند که چه کسی این پیام‌ها را منتقل کرده یا گستره محتوای این پیام‌ها تا چه حدی بودند. همچنین واشنگتن پست به روشنی ننوشت که آیا این هشدارها بعد از سخنرانی جدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز تداوم داشته یا خیر، اما به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته که ماه‌های اخیر این مکاتبات به طور مداوم انجام شده‌اند. این روزنامه به نقل از مقامات دولت بایدن افزود این اولین باری نیست که روسیه از زمان شروع جنگ اوکراین تهدید به استفاده از سلاح اتمی می‌کند و تاکید کردن نشانه‌ای از آماده شدن روسیه برای انجام حمله اتمی قریب‌الوقوع مشاهده نشده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه برای مناطق از شرق اوکراین و دونباس که خواستار برگزاری همه‌پرسی جهت پیوستن به فدراسیون روسیه هستند به سخنرانی تلویزیونی پرداخت. طبق گزارش‌ها پوتین در این سخنرانی ضمن اعلام بسیج نظامی محدود گفت فقط شهروندانی که دوره‌های آموزش‌های پایه نظامی را گذرانده‌اند به حضور اجباری در ارتش فراخوانده می‌شوند و سپس آموزش‌های بیشتری می‌بینند. رئیس جمهور روسیه ضمن اشاره به اینکه آمریکا، آلمان و دیگر کشورهای غربی دستوراتی علیه روسیه به کیف می‌دهند تأکید کرد تهدید کردن نیروگاه زاپروژیا با حمله به این منطقه یک تهدید اتمی است و مسکو هم دارای سلاح اتمی است. ما از همه ابزارها برای محافظت از خاک روسیه استفاده خواهیم کرد. بعد از اظهارات پوتین مبنی بر آماده بودن مسکو برای استفاده از هر ابزاری جهت دفاع از حاکمیت این کشور، یک مقام امنیتی ارشد مسکو نیز استفاده از سلاح اتمی را مجاز دانست. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، روز پنجشنبه گفت مسکو میتواند از تسلیحات اتمی راهبردی برای محافظت از تمامیت ارضی و منافع خود استفاده کند. بایدن روسیه را به تحریم‌های شدید و فوری تهدید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته چنانچه روسیه مناطق جدیدی از اوکراین را به کشورش ملحق کند، با هزینه‌های شدید و فوری مواجه خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا برنامه روسیه برای برگزاری همه‌پرسی در اوکراین را جعلی خوانده و گفته این اقدام بهانه‌ای غلط جهت انضمام بخشی از اوکراین به فدراسیون روسیه با زور است. به گفته مقامات محلی، رأی‌گیری همه‌پرسی الحاق به روسیه در مناطق تحت کنترل مسکو در اوکراین صبح جمعه 23 سپتامبر آغاز شد. به نوشته رویترز، مناطق لوهانسک، دونسک، خرسون و زاپروژیا که همه‌پرسی در آنها در حال برگزاری است، در مجموع حدود 15% از خاک اوکراین را تشکیل می‌دهند. همه‌پرسی‌ها با انتقاد گسترده غرب مواجه شده و کشورهای غربی حامی کیف مدعی هستند راه را برای تشدید تنش از سوی روسیه هموار می‌کند. این همه‌پرسی‌ها به دنبال دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر بسیج بخشی از نیروها که هدف از آن افزودن 300 هزار نیروی روس به نبرد در اوکراین است برگزار می‌شود. ترکیه: نتایج همه‌پرسی در مناطق شرقی اوکراین را نمی‌پذیریم. ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، اعلام کرد آنکارا در جنگ اوکراین در کنار این کشور می‌ماند و از تمامیت ارضی و حاکمیتی آن دفاع خواهد کرد. وی که با کانال NTV گفتگو می‌کرد، افزود ترکیه نتایج همه‌پرسی قلمروهای اشغالی اوکراین برای پیوستن به روسیه را نخواهد پذیرفت. لحظه برخورد پهپاد ایرانی به مقر فرماندهی ناتو در اوکراین. برای اولین بار فیلمی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر برخورد پهپاد ایرانی شاهد 136 به مقر فرماندهان ناتو در اودسای اوکراین. ترامپ: آمریکا به رئیس جمهوری نیاز دارد که بتواند مقابل رهبران قاطع بایستد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در انتقاد دوباره از جو بایدن گفت که ایالات متحده به سرعت به جهنم می‌رود و به یک رهبر قوی در رأس نیاز دارد. وی در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت سیاست و مسائل جمهوری‌خواه و دموکرات و چپ‌های افراطی و همه چیز را فراموش کنید. کسی را می‌خواهم که رهبری بزرگ باشد. کسی را می‌خواهم که بتواند رو در روی شی رئیس جمهور چین بایستد. ترامپ افزود این را چند روز پیش گفتم که می توانید در سراسر هالیوود بگردید و تلاش کنید کسی را برای بازی کردن نقش شی رئیس جمهور چین پیدا کنید. هیچ بازیگر آنچنانی وجود ندارد. هیچ کسی آنطور نیست. اینها انسان‌های قاطع هستند و او مردی قاطع است. من دوست بسیار خوب او بودم تا اینکه کووید آمد و بعد رهایش کردم.
گفتم این دیگر خیلی زیاد است. رئیس جمهور جنجالی سابق آمریکا در ادامه گفت ما به باهوش‌ترین افراد نیاز داریم، به خاطر افرادی مثل رئیس جمهور شی، ماکرون و پوتین که البته الان اون نوع دیگری از طلسم را دارد. اما بگذارید به شما بگویم اینها انسان‌های قاطع هستند، باهوش و سرسخت و چیزی درباره باخت نمی‌دانند. ترامپ سپس مدعی شد پوتین دوران سختی را می‌گذراند و مراقب آنچه رخ می‌دهد باشید. با او اشتباه برخورد می‌شود. اینها انسان‌های بسیار قوی و باهوشی هستند. و فراتر از جمهوری خواه یا دموکرات میخواهم کسی را در رأس آمریکا ببینم که عالی است. او در ادامه گفت ترجیح میدهد شاهد موفقیت باور نکردنی بایدن به عنوان رئیس جمهور باشد، حتی اگر به معنای شکست برای خودش در مقابل او باشد. آمریکا در آشفتگی به سر میبرد و نمیتواند با ادامه راه کنونی دوام آورد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.